بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ومولاي الحسن والحسين و مولانا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن الاسکری و لعنت الدائم على اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ادامه مباحث اسلام نعینس رو با بیان شیوه های حکومتی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که حقیقت اسلام است و حقیقت قرآن است با مقایسه با شیوه های ظالمانه بنی امیه معاویه و امثال ایشان و خلفاء بنی ساعده غاصب سقیفه بنی ساعده تقدیم خواهم کرد در یکی از جلسات گذشته عرض کردیم که مؤمن باید سی به قدسیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قدسیت امیر المؤمنین و کلا چهارده معصوم تا حضرت حجت ابن الحسن روحی لول فدا باید ایمان داشته باشه و هر آنچه رو که زوات مقدسه چارده معصوم بیان میکنند حق بداند کلام خدا بداند و, و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا رسول الله از هوای نفس سخن نمیگوید هر آنچه که میگوید جبرائیل از طرف خدای متعال برای او آورده خدای متعال به او یاد داده اما و این معناش این نیست که کسی نتواند سوال بپرسد کسی نتواند آنچه که در زمیرش هست بیان بکنه ولی لازمه ایمان اینه که در جلسه گذشته این آیه رو هم آیه سی و شش از سوره مبارکه احزاب در جلسات دو سه جلسه گذشته مطرح کردم و بحث جای بحث هست که ادامه بحث رو مطرح بکنم فرمود خدای متعال و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره برای هیچ مرد با ایمان و زن با ایمان سزاوار نیست اون هنگامی که خدای متعال و رسول او حکمی میفرمایند که اونها انتخابی در مقابل انتخاب خدا انتخابی در مقابل انتخاب رسول الله داشته باشند و من یعص الله و رسول او فقط ضل ضلالا مبینا هر کس خدا و رسول رو مخالفت کند معصیت کند گم حقیقتا گمراه شده است گمراهی آشکار پس انکار کلام خدا رد کلام خدا رد کلام رسول الله رد کلام ائمه معصومین ائمه ای که خدای متعال در عالم ال اص اونها رو تعیین فرموده و رسول اکرم در حیات ظاهریش بارها اسامی ایشان رو معرفی فرموده و فرموده الائمه من بعدی اثنا عشر امامان بعد از من دوازده نفرند نام ایشان رو آورده از امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تا حضرت حجت ابن الحسن روحی دول فدا عجل الله تعالی فرجه اینها امامان معصومند لازمه ای ایمان و اعتقاد صحیح این است که انسان قائل به اسمت ایشان باشد اسمت در همه جهات هرگز اشتباه نمی کنند حق محزند مظهر حقند تجلی خدای متعال در عالم هستی هستند و اینها فقط تجلی کامله خدای متعال در عالم هستی هستند لا غیر اما معناش این نیست که اگر چون قدسی هستند امیت ها رو اجازه نمیدادند کسی سوال بپرسه کسی اشکال بگیره کسی حتی انتقاد بکنه با اینکه اگر انتقاد کرد این دلیل بر اینه که ایمانش ناقص است یا ایمان نداره اما فرصت میدادند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اینهایی که ضعیف ایمان بودند به اینهایی که فاقد ایمان بودند به اینهایی که نفاق داشتند فرصت میدادند حرفشون رو بزنند و با اونها برخورد نمیشد برخورد هدایتی میشد روشنگری میشد اونها رو ارشاد میکردند اونهایی که قابل ارشاد بودند و اونهایی که قابل ارشاد نبودن برخورد فیزیکی و برخورد نظامی نمیشد تهدید نمیشدند ارعاب نمی شدن شکنجه داده نمیشد و حق نظر داشتن با اینکه گفتم اگر کسی ایمانش کامل باشه در مقابل رسول الله نظری جز, نظر, رسول الله و نظری جز نظر خدای متعال و هار نخواهد داشت من مثالی بزنم کسی قبول داشته باشه که من پزشک نیستم تخ... هیچ گونه تخصصی در پزشکی ندارم خب تکنیسین برق تکنیسین یه رشته دیگه است اصلا هیچ اطلاعی از پزشکی ندارد این اگر در مقابل یک جراح بزرگ قلب در مقابل جراح مغز نظر بده و بخواد به صدا اون نظرش اعمال کنه خب این جاهلانه است خلاف عقل است اگر میپذیرد که او برترین پزشک زمان خودش هست بایستی سخن او رو نسخه او رو بپذیرد اما معناش این است که اگر حالا این حرفی زد در مقابل پزشک و حرف بی جایی زد حرف غلطی زد اون پزشک دستور بده اون رو کتک بزنید شلاقش بزنید شکنجش بدید زندانش کنید رسول اکرم که ف... طبیب دوارون به بتبه... طبه طبیبی بوده که او سراغ بیمارانش میرفته انقدر دلسوز به امت بوده حریص علیکم بسیار دلسوز بوده برای بشر برای مؤمنین برای کل جهانیان رحمتا للعالمین بوده اگر یک جاهلی چه به عمد چه به جهل چه به قصور چه به تقصیر اگر حرفی میزد جسارتی میکرد علیه الله به قول امروزی نقدی میخواست بزنه نقد وارد نیست یک کسی که هیچ تخصصی ندارد نمیتواند به پزشک که فوق تخصص جراحی مغز جراح قلب میخواد نقد بزنه یک کسی باید به اون نقد بزنه که همتراز او باشه و هیچ کس همتراز رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم نیست هیچ کس هم همتراز امیرالمومنین که نفس رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم است نیست هیچ کس همتراز <applause> چارده معصوم تا حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن نیست و هیچ کس نباید خودش مقایسه کنه به چارده معصوم و بگه من هم مقامات ایشان رو دارم من هم این چنینم من هم آنچنانم و نه ولی ائمه اطهار با همه عظمتی که داشتن قدسیت مطلقی که تا دارند و هیچ کس قابل مقایسه با ایشان نیست آنقدر رحمت به امت داشتن و دارند که کسی که انتقاد میکرد انتقاد که از انتقاد هم غلطه اشکال میگرفت اشکالش غلطه اما با او برخورد نمیشد او رو هدایت میکردند. این رو از آیات قرآن میشه فهمید قرآن میفهمد و, 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 ما انت به جبار لست علیهم به مسیطر یا رسول الله تو جبار نیستی که کسی نتواند بگوید ایرادی بگیره ایراد باطله اما اگر گرفت با او برخورد نمیشود لست علیهم به مسیطر تو زورگو نیستی ولو حق باشه رز... گرچه رسول الله حق محض است اما اگر طرف اهل باطل بود او رو با زور تحمیل نمی کنن چیزی رو بر او با ارشاد با لطف با عنایت با او برخورد می شود خب این رو عزیزان دقت بکنن حالا ببینید قرآن در چند جا مطرح میکنه این سعی صدری که رسول اکرم داشته علم نشرح لک صدرک و وضعنا و وضعنا صدرک آیا ما به تو شهر سر ندادیم شهر سر یعنی اینکه یک نفر جاهل با او سخن میگفت یک نفر خطا می کرد یک نفر حرف بیهوده ای می میزد در مقابل پزشک بزرگ عالم پزشک کل عالم هستی حرفی میزد پسش مثل این که میبینه یک دیوانه ای داره حرف میزنه یک دیوانه ای که یه حرکت غلطی انجام میده آیا میان اون رو سیلی میزنن او رو کتک میزنن نه با محبت باش برخورد میکنن قرآن درباره رسول اکرم و جامعه اسلامی این چنین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه شورا کبار و الذين یشتنمون كبائر الاسم و که در رابطه مؤمنین است نه رسول اکلم. چون رسول اصلا هیچ گناهی از او تحقق پیدا نمی کند درباره اوصاف مؤمنین میفرماید م... اونایی که اجتناب میکنند از گناهان کبیره از گناهان آشکار و اذا ما غذبو هم یغفرون اون موقعی که خشمگین میشوند عفو میکنند نمیاد انتقام بگیره پدر طرفه باید در بیارم چرا اینجور به من گفته چرا آنچنین گفته چرا اینچنین میکند نه والکاظمین الغیب والآفین عن الناس اونهایی که خشم خود رو فرو میبرند در سوره مبارکه آل عمران آیه آی دیگه است اونهایی که خشم خود رو فرو میبرند اونهایی که عف میکنند دیگران رو اونهایی که اهل احسانند اهل نیکی هستند نه تنها عف میکنند به اون کسی که بهشون بدی کرده به او احسان هم میکنند خوبی هم میکنند او بدی کرده این پاسخ خوبی میدهد قرآن در سوره مبارکه فصلت باز تعبیری دارد میفرماد ولا تستوی الحسنت و ولا خوبی و بدی با هم مساوی نیستند بعضی میگن جواب بدی بدی این منطق قرآن نیست این منطق اسلام نیست این منطق بنی امیه است این منطق ظالمین و ستمکاران است ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة ببهتن سُورَاتٍ پاسخ خوب فاسوخ مسبات ببهدية جران فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أَجَرْ إنكار کردي. اون کسانی که با تو دشمنی کردند اذیت ها کردند آزارها به تو رساندند اگر تو در مقابل دشمنی اونها در مقابل آزار های اونها در مقابل بدی اونها تو عف کنی تو گذشت کنی تو خوبی بکنی خدای متعال قلب رو متحول می کند اون دشمن تو تبدیل می شود به دوست جانسوز حالا الا اونایی که خیلی فلزشون خرابه یه اصلا جنسشون خرابه هر هم احسان میکنن هر چند خوبی بهشون میکنن اما قدر این خوبی ها رو نمیدانند مثل اونهایی که حضرت فاطمه زهرا رو به شهادت رسوندن بر خونه از زهرا هجوم بردن او رو به قتل رسوندن جنینشو کشتند خب چقدر رسول اکرم احسان کرده بود چقدر گذشت کرده بود این آیه رو در آیات در نظر بگیرید بعد میفرماید در صفات مؤمنین و استجاب استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم اونهایی که پاسخ مثبت و لبیک به خدای متعال میگن یعنی حکمی که خدا صادر کرد انسان اگر به خدای متعال ایمان دارد اگر خدا رو حکیم علی الاطلاق میداند اگر رسول الله رو از طرف خدای متعال میداند اگر او رو کلام <applause> او رو کلام وحی الهی میداند اگر امیر رو نفس رسول الله میداند اگر امیرون رو نفس قرآن ناطق میداند اگر ائمه ها رو معصوم میداند بایستی اجابت کنه پر... کلام پروردگارش رو و کلام رسول الله که کلام پروردگاره و کلام ایمیت هاره که در حقیقت تفسیر و حق... بیان حقیقت کلام خداست خب اونجا باید لبیک بگه دیگه در مقابل کلام خدا حرفی نزنه و اقام و و نماز رو برپا می دارند و, و امرهم و شورا بینهم از مرتبه رسول الله بیان پایین تر از مرتبه امیر و چهارده معصوم تا حضرت بقیت الله ولی از جلال الله تعالی و فرج شریف بیان پایین تر دیگه باید مسلمین مؤمنین کاراشون شورایی باشه اینجور نیست که بعد از چارده معصوم یک نفر عقل مطلق باشه کلامش وحیانی باشه هرچه بگوید وحی الهی باشه نه و امرم شورا بینهم این برای غیر معصومین است برای مؤمنینی که پس در رابطه با خدا در رابطه آنچه که خدا فرموده در رابطه با آنچه که رسول الله فرموده آنچه که چارده معصوم فرمودند این و استجابول از رب ربهم تحقق پیدا میکنه بایستی اجابت کنند پروردگارشون رو بزش که مطلق عالم یا من <تص> یا طبیب من لا طبیب اله ای درمانگر ای طبیبی که طبیب دی... افراد هست که اونا طبیبی ندارن سوال علاج از طبیبان دین کن توسل به ارواح آن طیبین کن انسان بیاد در, در درگاه ائمه اطهار و رسول اکرم هر چه اون طبیبان عالم حکم کردن بکنه اون رو عمل بکنه اون رو لبیک بگه این عین عقل است عین فهم است عین درایت است عین آزادی است عین حریت است اگر کسی بگه نه من نمیخوام حرف پزشک گوش بگیرم پزشک تشخیصش اینه همه پزشکان عالم تشخیص بدن این میگه نه این این بذره خودش تمام میشه <تصفح> کسی که در علوم پزشکی هیچ گونه تخصصی نداره هیچ گونه اطلاعی ندارد اگر حرف پزشکان بزرگ عالم رو نسخه اونها رو زیر, زیر پا بذاره خودش ضرر کرده اینجا اما او رو کتک نمیزن کتکش اینه که خودش ضربه میبینه خودش بیمار میشه خودش میمیره درمان نمیشه اما او رو بیان شکنجه بدن که چرا نسخه ما رو عمل نکردی خودش ضرر کرده رسول اکرم هم صلی الله علیه و آله سلام عرض که هم این چنین است خب کلامی هست از امیر المؤمنین اگر اشتباه نکنم خطبه 214 نهج البلاغه خطبه مفصلی دارد امیرون رابطه خودش رو با امت و با مردم بیان میکنه که نظام علوی باید اینچنین باشه ولو کان قبلش میفرمایند اما بعد فقط جعل الله لی علیکم حقا خدای متعال حقی رو حقوقی رو برای من بر شما قرار داده بر عهده شما قرار داده به ولایت امرکم که من ولی امر شما هستم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و شما هم حقی دارید بر عهده من برگردن من مثل اون حقی که من بر شما دارم با اینکه حق همه امیر واسه همه فیوزات است اما آنقدر در اوج تواضع است که حقیقتا از اعماق دل میفرماید شما هم حقوقی دارید یعنی میخواد چون از طرف خدای متعال میخواد مظهر رحمت باشه میخواد اونا رو نجات بده میخواد فیوزات رو بهشون برسونه میخواد کمکشون بکنه بعد فرمودن فالحقو اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقوا فی التناصف حق حق وسیعترین چیزهاست در توصیف وقتی که افراد از حق سخن میگویند خیلی آز آزاد خیلی راحت میتوانند از حق سخن می این حق اینه 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 اما عمل به حق مهم است شعار دادن آسان است شعار حق دادن آسان است شعار مستضعفین دادن آسان است شعار مردمی دادن آسان است اما عمل به حق مهم است لا یجری لحد الا جرا علي ولا يجي علي الا جرا له حق به نفع کسی که حقی که خدای متعال به نفع کسی قرار داده حقوقی که خدای متعال برای کسی قرار میده خدای متعال وقتی که مسئولیتی به کسی میدهد قدرتی به کسی میدهد حقوقی برای کسی میگذارد بر عهده او هم برگردن او هم حقوقی میگذارد مثال بزنم خدای متعال برای پدر و مادر بر عهده فرزندان حقوقی گذاشته اما اینجور نیست که یک طرفه باشد فرزندان هم بر اهده پدر و مادر حقوقی دارند از جمله حق تربیت دو صحیح بعد امیرون باز میفرماد ولو کان لحد ان یجری له ولا یجری اگر اینطور باشه که یک نفر حقوق زیادی داشته باشه منظور از حقها حقهای زیادی داشته باشه وظائفی مردم نسبت به او داشته باشند اما دیگران حقی بر علیه او نداشته باشند لکان که خالصا لله این فقط خدای متعال که این چنینه این فقط خدای متعال است که او حق بر عهده همه دارد و هیچ کس حقی بر عهده خدا ندارد خدا منت بر همه دارد و هیچ کس حقی بر خدا ندارد دقت کنید اونایی که میگن خودشون رو مستثنا میدونن و میگن ما هیچ بازخواست نباید بشیم هیچ سوالی از ما نباید بپرسن هیچ کس حق اعتراض نداره این کلا حرفی رو میزنن که از شعونات خدای متعال است رسول اکرم با اینکه مظهر خدای متعال است مظهر صفات خدای متعال است ائمه اطهار مظهر صفات خدای متعال اما اجازه میدن که این جاهل این ناآگاه سوالش بپرسه اعتراضش بکنه حرفش بزنه حتی حرف باطل باشه حرفش رد میکنن سخن باطل اون رو رد میکنن نمونهش از کم خیلی واضح همه عزیزان میدانند خوارج بر باطل بودند منکر در نهایت منکر ولایت امیرون شدند جسارت به امیر المؤمنین میکردن توهین میکردن الیازو بالله نسبت کفر به امیر المؤمنین دادن اما امیر المؤمنین <applause> که نفس پیغمبر هست شرح صدرش عین شرح صدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست با اونها این گونه برخورد میکرد تا موقعی که دست به کشتار انسانها نزدند نزدن تا موقعی که حق انسانها رو زیر پای نگذاشتن از حق خودش میگذشت عفو میکرد حقوقشون رو از بیت المال قطع نمیکرد اونها رو از مسجد اخراج نمی کرد اونها رو از حقوق اجتماعیشون محروم نمی کرد خب انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده مطرح خواهم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین